شکست توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه مجاهدین برای برهم زدن گردهمایی عظیم مقاومت در پاریس در کانون توجه رسانه‌های خبری. اسکای نیوز گزارش داد دادستانی بلژیک از جزئیات یک طرح تروریستی که هدف آن گردهمایی بزرگ اپوزیسیون ایران در پایتخت فرانسه بود و در آن یک دیپلمات رژیم ایران دست داشت، پرده برداشتند. بر اساس اطلاعیه دادستانی بلژیک، کسانی که در این طرح دست داشتند و پیش از اجرای این طرح تروریستی به دست نیروهای امنیتی دستگیر شدند، یک دیپلمات ایرانی و یک زن و همسرش بودند. اپوزیسیون ایران بعد از این اطلاعات، رژیم ایران را متهم کرد که در هدف قرار دادن گردهمایی پاریس دست داشته است. دادستانی بلژیک در اطلاعیه خود اسامی دستگیر شدگان را اعلام کرد. این طرح گردهمایی سازمان مجاهدین خلق ایران در ویلپنت پاریس را هدف قرار داده بود. زن و شوهری که پلیس گفت ایرانی الاصل هستند، هنگام دستگیری توسط پلیس ویژه منطقه مسکونی در بروکسل با خود 500 گرم ماده منفجره TITB با چاشنی انفجاری حمل می کردند. در بیانیه دادستانی آمده است که یک دیپلمات رژیم ایران در سفارت اتریش در وین در ارتباط با این زن و شوهر بود و در آلمان دستگیر شده است. چیزی که نشان می دهد رژیم ایران مستقیماً در این امر دست دارد. گزارش های اطلاعاتی زیادی تأکید می کند رژیم ایران از شبکه دیپلماتیک خود در سراسر جهان استفاده می کند تا طرح‌های تروریستیش را اجرا کند و از فعالیت‌های خبیثانه‌ای که دارد حمایت نماید. به گفته مقاماتی که نخواستند نامشان فاش شود، روز شنبه پلیس 5 عملیات تهاجم مرتبط با این موضوع را در بلژیک انجام داده است. رجوی در گردهمایی ایرانیان که شعارش جایگزین ایران آزاد بود گفت رژیم ایران در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار دارد و خواهان گسترش دامنه قیام در داخل ایران شد. رجوی جمع حاضر در گردهمایی را مخاطب قرار داد و گفت تغییر رژیم ایران بیش از هر وقت دیگری در دسترس است و این تنها به دست شما و به دست مقاومت ایران امکان پذیر است.